اندیشه ایرانگرایی از کی به وجود آمد؟ من البته در برنامه های گذشته به این اشاره کرده بودم، اما برخی مسائل رو باید کمی به آن اشاره بکنیم. یکی از کسانی که بنیانگذار نخستین اندیشه ایرانگرایی و مکتب پانیرانیسم در ایران بود، زنده یاد روانشاد دکتر محمود افشار یزدی بودند که بنیانگذار این مکتب بود. من از ایشون اطلاعات خب بسیار زیادی دارم، نه تنها از راه آثارشون، بلکه خب پدر بزرگ من تیمورخان افشار نادری از دوستان نزدیک ایشان بود و نسبت با ایشان داشت، برای همین هست که ما بسیار آگاهیم. ایشون در زمان خودش در هنگامه رضاشاه بزرگ و در زمان خودش اندیشه هایی رو که بنیان گذاشت اندیشه های بسیار نوین و پیشرویی. امروزه البته مکتب پانیرانیسم و باید حتما دچار تغییراتی بشود و بر پایه نظری های نوین اجتماعی و سیاسی که در جهان مطرح می شود، مکتب پانیرانیسم باید دچار تحول بشود و تحول در آن ایجاد بشود و این نکته بسیار مهم است. به هر روی ایشان اندیشمندی بود و ادیبی بود که این مکتب رو بنیان گذاشت. افزون بر آن ما ایران شناسانی داشتیم که اینها اوستاشناس و پهلوی شناس بودند، زبان شناس بودند و اینها در پی برای ساختن و تئوریزه کردن این مکتب برآمدند. من در اینجا باید حتما نام ببرم از روانشاد ذبیح بهروز که با آثاری بزرگی که از خودشون به جای گذاشتند از بنیانگذاران و نظریه پردازان مکتب ایرانگرایی هستند. همچنین باید از در واقع شاگردان استاد ذبیح بهروز که از جمله دکتر محمد مقدم، دکتر صادق کیا و دکتر محمودی بختیاری نام برد که من به دوستان پیشنهاد میکنم که آثار اینها رو حتما درباره ایران و ایران زمین بخوانند. من افتخار این رو دارم که به صورت نادیده شاگرد استاد ذبیح بهروز بودم و همچنین از حضور شاگردان ایشون مانند دکتر محمودی بختیاری استفاده کردم. همچنین مکتب دیگر ایران شناسی و ایرانگرایی در به دست توانای دکتر فریدون جنیدی در بنیاد نیشابور تهران بنیان گذاشته شد که من باز خوششانس بودم که از 15 سالگی خدمت استاد فریدون جنیدی زبان پهلوی و اوستایی رو تحصیل میکردم. من از دوستانی که به این مکاتب علاقمند هستند خیلی راحت هست که به این آثار این نویسندگان دست پیدا بکنند تا با مکتب‌های واقعی ایران شناسی آشنا بشوند. درباره ایران شناسی من باید چند نکته دیگری رو هم عرض بکنم. ما افزون بر کارهای تحقیقاتی یعنی کارهای زبان شناسی، کارهای باستان شناسی میدانی و کارهای مطالعات تاریخی که اینها هر کدومش بخشی از این پروژه بزرگ ایرانگرایی رو به پیش میبرد، ما باید افرادی رو داشته باشیم که با جامعه شناسی و با فلسفه آشنا باشند. تا شخصی و تا کسانی با فلسفه و جامعه شناسی آگاه نباشند نمیتوانند که اندیشه های ایرانگرایی رو تئوریزه بکنند. من همواره این مثال رو آوردم که اگر آقای شریعتی نبودند که اندیشه های اسلامی رو در قالب نوین تئوریزه بکنند، شاید جنبش اسلامی بدین گونه که پیشرفت پیش نمیرفت. بنابراین باید افرادی باشند که افزون بر دانش عمیق ایران شناسی که به وسیله استادانی که من نام بردم به ما عرضه شده است، اینها استادان ایرانی هستند، استادان خارجی هم بسیار در این زمینه تلاش کردند، اما من اعتقاد دارم که یک جنبش ایرانگرا باید بر پایه کار ایرانیان باشد در وهله نخست.
افزون بر این استادان باید افرادی باشند که این با جامعه شناسی نوین و با فلسفه آشنا باشند تا اینها را تئوریزه بکنند. خوشبختانه من افتخار این رو داشتم که افزون بر این که از محضر این استادان بزرگ استفاده کردم، با جامعه شناسی و فلسفه هم که در اون تحصیلات آکادمیک کردم، توانستم برای نخستین بار یک مانیفست ایرانگرایی علمی ارائه بکنم. این مانیفست ایرانگرایی علمی با احساسات ملی و با ناسیونالیسم کوچه خیابانی تفاوت دارد. ما باید بدانیم که آن ناسیونالیسم موقعی به ایران قدرت می‌دهد، ملی‌گرایی موقعی باعث قدرت ایران و اتحاد ایران و کشورهای ایرانی یعنی کشورهای همسایه می شود که برپایی علمی، برپایی تئوری باشد. مانیفست و مانیفست در واقع مکتب ایران زمین یا ناسیونالیسم ایرانی از دیدگاه مدرن ایرانی، از دیدگاه تمدنی، نخستین مانیفست در این راه است و من امیدوارم که به زودی کتاب من، کتاب ایران سالاری، انتشار پیدا بکند و ایرانگرایی انتشار پیدا بکند و در دسترس دوستان گرامی باشد. اما خلاصه ای از این مانیفست رو از اونجایی که تحقیقات ادامه دارد، یک چیزی حدود 25 صفحه از این مانیفست رو من در وبسایت تلویزیون اندیشه و در بخش مقالات اون و در چند وبسایت دیگر مثل تریبون زمانه و غیره انتشار دادم. دوستانی که علاقه دارند که بدانند چگونه می شود ایرانگرایی رو و تحقیقات ایران شناسی رو ما بیاییم و ربطش بدهیم به فلسفه نوین و جهانبینی نوین و ارزش‌های نوین، می توانند این مانیفست رو مطالعه بکنند و از اون استفاده بکنند. بنابراین نکته ایو که من میخوام در این گفتار امروز به اون تاکید بکنم این است که ما دو نوع ایرانگرایی داریم. یک ایرانگرایی علمی است، یک ایرانگرایی است که بر پایه دانش زبانشناسی هست، یعنی باید شخص زبانهای باستانی، پهلوی، ابسطایی را بداند، با زبانهای همریشه زبان اوستایی مانند زبان سانسکریت آشنا باشد تا بتواند به دریای عظیم ادبیات هندی که ادبیات کهن هندی در واقع اینها برادرند با ادبیات ایرانی و بسیار ملت هندوستان و کشور هندوستان کشوری است برادر کشور ایران، باید از این ادبیات غنی سانسکریت ما استفاده بکنیم، اینها رو بشناسیم و همچنین افزون بر این ما باید به تاریخ، منابع تاریخی توجه ویژه داشته باشیم و مهمتر از اون باید کارهای باستانشناسی برای به دست آوردن منابع جدید باستانشناسی انجام بدهیم. باستانشناسی علمی، باز خوشبختانه من یکی از شانس‌هایی که داشتم آن بود که در منطقه خراسان بزرگ یا مجموعه باستانشناسی که از نظر علمی نامش BMAC هست، باکتریا مارگیان آرکیولوژیکال کامپلکس، من افتخار این رو داشتم که با یکی از بزرگترین باستانشناسان جهان و کاشف این مجموعه باستانشناسی که خودش برای نخستین بار این حوزه باستانشناسی رو کشف کرد، پروفسور دکتر ویکتور ایوانوویچ سریانیدی همکار بودم و 10 سال تمام از سال 2003 تا 2013 با ایشون همکاری داشتم در این حوزه ها. بنابراین ما باید و نتیجه تحقیقات ایشون در بیش از 30 کتاب که من هم بخشایی از اون رو در خدمت ایشون بودم و به ایشون کمک میکردم انتشار پیدا کرده است و این کتاب ها به زبان روسی منتشر شده که من امیدوارم به زودی به زبان انگلیسی و به زبان فارسی ترجمه بشود و بتوانم در اختیار هم‌میهنان گرامی قرار بگیرد. بنابراین ما یک تمدن بسیار عظیم ایرانی رو داریم که این تمدن آنگونه که استاد سریانیدی میگفتند ایشان 40 سال در آنجا کار کردند
و حتی 5% آنچه را که زیر خاک است پیدا نکردند. یعنی این تمدن عظیم بیش از 95%ش هنوز در زیر خاک نهفته است و این تمدن بسیار بزرگ و عظیمی است که در زیر خاک خفته و باید کسانی باشند که این تمدن را از زیر خاک در بیاورند. متاسفانه پس از مرگ اسرارآمیز دکتر سریانی، پس از یکی از در آستانه یکی از کشف‌های بسیار بزرگشان در تپه گنور در صحرای کاراکوم، ما رو و گروه ما رو از اونجا دیپورت کردن و امکان این که ما بتوانیم در اون ادامه بدهیم، فعالیت‌هایمون رو ادامه بدهیم، دیگر وجود نداشت. من از باستانشناسان بزرگ ایرانی، مخصوصا از آقای دکتر یوسف مجیدزاده که ایشون از کاشفان تمدن آراتا در جیروف در کرمان هستند، خواهش میکنم که این دوستان سعی بکنند در کشورهایی که هستند از طریق سازمانهای باستانشناسی این کشورها سعی بکنند که اجازه ادامه حفاری ها و کاوش ها رو در صحرای کاراکوم به دست بیارند. از تمدن بسیار بزرگ و عظیمی در زیر زمین نهفته است که باید بیرون کشیده بشود. به هر روی من باستانشناسی بخشی از ایرانگرایی و فعالیت‌های علمی ایرانگرایی است که باید انجام بشود. در برابر ما یک ایرانگرایی علمی که یک مکتبی است علمی که از مکتب پانیرانیسم مرحوم دکتر محمود افشار یزدی تا مانیفستی که این جانب منتشر کردم، همه بر پایه اصول علمی، همه بر پایه اصول فلسفی است. این ایرانگرایی با ایرانگرایی کوچه و خیابانی تفاوت دارد. ما یک ایرانگرایی کوچه و خیابانی هم داریم، یک ایرانگرایی که من به اون به مزاح ایرانگرایی رگ گردنی میگویم. ما یک همچون ایرانگرایی هم داریم. این ایرانگرایی ها و افرادی که چنین ایرانگرایی ها رو تبلیغ می کنند، اینها خب قطعا یک سری مردم عوام فریبی هستند و مخاطبان اینها افرادی هستند که اینتلکت پایینی دارند، یعنی سطح هوش بالایی ندارند. اینها رو وقتی باشون از فلسفه و از جامعه شناسی سخن بگوییم، اینها قطعا متوجه نمی شوند. خب قطعا چاره‌ای ندارند جز این که به ایرانگرایی کوچه خیابانی و بازاری رو بیاورند. چون این ایرانگرایی برای ایران مفید نیست، چون این ایرانگرایی کوچه خیابانی باعث پیشرفت ایران نمی شود، چون این ایرانگرایی کوچه خیابانی جایگاه ایران رو در فرهنگ جهانی ارتقا نخواهد داد. این تازه این مربوط به آن افرادی می شود که ناآگاهانه چنین ایرانگرایی رو تبلیغ می کنند. ایرانگرایی های دیگری هم وجود دارد که افراد نفوذی آنها رو تبلیغ می کنند. من چندین بار گفتم که روس‌ها در زمان کمونیستی اینها یک تاکتیک ویژه اطلاعاتی داشتند. تاکتیک ویژه اطلاعاتی هم آن بود که افراد سبک عقل، افراد تندخو، افراد پرخاشگر و افرادی که دارای دچار اختلالات هورمونی و جنسیتی هستند، برای مثال افراد دو جنسیتی، افراد ترانسجندر یا تراجنسی، این افراد رو به عنوان نمایندگان تفکر لیبرالیسم در رسانه‌های شوروی می آوردن. خب در یک طرف یک فردی قرار می گرفت که به صورت بسیار معقول و علمی از کمونیسم دفاع می کرد و در طرف دیگر شخصی قرار می گرفت که دچار اختلالات هورمونی بود و هنگامی که از لیبرالیسم دفاع می کرد چند اشوه هم می آمد، همراه دفاعش و همراه در واقع دفاعی که از لیبرالیسم کرد بنا به ذات خودش کرد. البته گناهی هم این طفلک نداشته است، بیمار بوده است و بخشی از طبیعت بوده، من نمیخوام توهینی بکنم به اینجور افراد، اما طبیعت این افراد چنین است که وقتی صحبت میکنند یک دفعه اشوه میآید.
یک دفعه از حرفایی میزنن که اصلا به مسئله ربطی ندارد. مثلا یک دفعه طرف میآید از نمیدونم مشکلات خودش میگوید، از مسائل شخصی خودش مطرح میکند. اینجور افراد که وسط یک بحث جدی چون این سخنانی رو میگوین، سوژه بسیار خوبی بودن برای KGB یا KGB یا کمیته گسودارسن و بیزاپاسنستی در شوروی، که ایده لیبرالیسم رو و ایده دموکراسی رو بکوبند. و این شوهای تلویزیونی همیشه در زمان شوروی طرفدار داشت. اون کسانی که با ادبیات روسی آشنا هستن این مسائل رو میدونن. دقیقاً وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از همین شیوه برای کوبیدن ایرانگرایی استفاده میکنه. این شیوه یک شیوه حرفه‌ای در واقع اطلاعاتی هست. این شیوه شیوه تصادفی نیست. ما افراد بسیار زیادی رو داریم که در اکنون در رسانه ها سعی میکنند که ایرانگرا خودشون رو مطرح بکنن، اما این افراد یک سری افراد تبلیغاتی، یک سری افراد شومن و یا یک سری افرادی هستند که به این مسائل در واقع بیماری ها دچار هستند. خب ما از یک طرف یک مخاطب در ایران چه میبیند؟ مخاطبی که در ایران تلویزیونش رو روشن میکنند یا کامپیوترش رو روشن میکنند، به رسانه ها رجوع میکنند، فردی رو میبیند که از ایرانگرایی دارد سخن میگوید. خب این بسیار ایده نیکو و به جا خوبی است. اما از طرف دیگر میبیند که یک دفعه طرف که این ایده را مطرح میکند وسطش دو اشوه هم میآید. خب این برای چیست؟ این به خاطر آن است که طرف را از این ایده زده بکند، طرف را از این ایده برانند. و این ایده کاملا حساب شده است. ایرانگرایی نمرده است و اندیشمندان ایرانی نمردند که گروهی عوام فریب و پاپولیست بیایند و این سکان رو به دست بگیرند. ما طرفدار ایرانگرایی علمی هستیم، ما طرفدار ایرانگرایی تئوریزه شده هستیم. ما باید ایرانگرایی رو به صورت تئوری علمی درآوریم. من از دوستان خواهش میکنم که مانیفست مکتب ایران زمین یا ناسیونالیسم مدرن ایرانی از دیدگاه تمدنی رو حتما بخونن. این ایرانگرایی با ایرانگرایی های اطلاعاتی که از جانب افراد خاصی در رسانه های حتی اپوزیسیون نفوذ کردند و برنامه های اجرا می کنند، این ایرانگرایی تفاوت دارد با ایرانگرایی کوچه خیابانی که اون افراد خاص برنامه هاشون رو اجرا می کنند. بنابراین این نکته است و این هشداری است و این افشاگری است که باید برای این افراد بشود. اما این افرادی که نفوذ میکنند با تمام این مشخصاتی که من برای شما برشمردم، این افراد چه نیتی دارند؟ خب من دوست دارم که به نیتهای این افراد دوستان توجه بکنند. نیت زده کردن ایرانگرایان جدی از اندیشه ایرانگرایی یکی از اهداف اینها هست. اما افرادی هم هستن که این مسائل رو متوجه نمیشون، یعنی برایشون مهم نیست کسی وسط برنامه جدی یک دفعه اشوه بیاید، این برایشون مهم نیست. اینها چگونه خواهند کرد؟ این افراد یا افرادی که همین تا چند سال پیش گیسشان تا دم، حالا نمیخوام چیزی بگویم برخی بر بخورد، اما هنرمند نبودند که تا شانهشان دست کم بلند باشد، و اگر این کار هنرمند بکند بسیار خوب و پسندیده است. اما یک ایرانگرا که نمیتواند گیسش تا دم باسنش بلند باشد. بنابراین اینجور افراد که آمدند و این سکانها رو میخواهند به دست بگیرند، هدف زده کردن، هدف دقیق اطلاعاتی دارند، زده کردن ایرانگرایان واقعی و جدی رو از ایرانگرایی دارند. و این افشاگری به عهده هر ایرانی با شرفی هست که این مسئله رو به اطلاع هم میهنانش برساند و اونها رو آگاه بکند. اما اگر که مردم زده نشدند و متوجه نشدند، یعنی اینتلکت فرد مخاطب به اندازه نبود که این مسئله رو تشخیص بدهد و اینتلکتش پایین تر بود از این حد، در این صورت چه میشود؟ در این صورت اهدافی که این دوستان رو دارند رو
من توصیه میکنم که دوستان مقاله ارتجاع سفید یا تخریب ایرانگرایی، نامش این است، ارتجاع سفید یا تخریب ایرانگرایی، که باز در چند وبسایت در اینترنت منتشر شده است، رو این مقاله از من هست رو دوستان بخوانند تا متوجه ضد اطلاعات و کارهای ضد اطلاعاتی که جمهوری اسلامی انجام میدهد باشند. این افراد قصد اصلیشون اختلاف انگیزی هست. یعنی چه؟ این افراد میآیند به نام ایرانگرا و به نام طرفدار پادشاهی، اما از سوی دیگر با دشمنان پادشاهی دوستی میکنند. یعنی چه؟ با کسانی که به شاهزاده رضا پهلوی حمله میکنند، با کسانی که به شهبانو فرح پهلوی حمله میکنند دوستی میکنند. این افراد از میآیند با نام ایرانگرایی، اما چه میکنند؟ از سوی دیگر میآیند و به آقای مصدق بیش از اندازه توهین میکنند. من از طرفداران آقای مصدق نیستم، هرچند برای آقای مصدق بسیار احترام قائلم، اما از طرفداران به قول معروف پر و پا قرص ایشون نیستم. من کارهای ایشون رو در اون هم نکات مثبت میبینم و هم نکات منفی میبینم و به صورت منصفانه کارهای ایشون رو نقد میکنم. اما اگر کار یک نفری شد از صبح تا شب حمله به آقای مصدق، این هدف اطلاعاتی که این فرد دارد ایجاد شکاف میان طرفداران شاهنشاهی و طرف و جمهوری خواهان ایرانی است، برای آن که اینها به اتحاد نرسند و ایجاد دشمنی، کینه و نفرت است. این کاری که دارد این فرد میکند کار اطلاعاتی است، این دیگر کار تحقیقی نیست، این دیگر کار علمی نیست. من به شدت مخالف همونگونه که دوستان میدانند مخالف جنبش های تجزیه‌گرایی و این قومی و محلی هستم، هرچند که از مردمان ایرانی و حقوق اونها در خارج از ایران دفاع میکنم و همواره ایران رو به شکل یک تمدن میدانم و به صورت مجموعه ای از مردمان گوناگون با هویت مشترک میدانم. اما اگر کار یک نفر به جای نقد فلان جنبش شد توهین، شد مدرک سازی، شد در واقع با فتوشاپ جعل سند کردن، نقل قولهای کودکانه کردن از فلان شخص برای نشان دادن وابستگیش، این فرد کار دارد کار ضد اطلاعات و کار اطلاعاتی به قصد تفرقه میان اقوام ایرانی برای جلوگیری از اتحاد اونها میکنه. این رو باید هشدار داد. پس بنابراین اینهایی که من دارم برای شما عرض میکنم، اینا همشون یک مؤلفه هستن. شما ببینید چه کسانی اختلاف میاندازن بین طرفداران نیروهای طرفدار شاهنشاهی و جمهوری خواهان، چه کسانی اختلاف میاندازند بین اقوام ایرانی، ببینید چه کسانی اختلاف میاندازند بین گرایش های گوناگون ایرانگرایی. برای نمونه، من افتخار این رو دارم با تمام فروتنی پروژه بسیار بزرگ فرهنگی رو آغاز کرد. این پروژه میراث جاویدان ایران باستان است. مجموعه است از 120 فیلم مستند درباره تاریخ و فرهنگ ایران و علم و تکنولوژی ایرانیان باستان. خب اگر کسی که ادعا میکند این پروژه، هم من اینجا یک پرانتزی باز کنم، باز با نهایت فروتنی باید عرض کنم که این پروژه پس از اسلام و بعد از شاهنامه فردوسی و بعد از انسیکلوپدیای ایرانیکا بزرگترین پروژه فرهنگی درباره ایران باستان است. ما چنین پروژه بزرگی رو تا کنون نداشتیم، یعنی حتی در زمان اعلیحضرت فقید هم در وزارت فرهنگ ایران چنین پروژه بزرگ فرهنگی درباره ایران باستان شروع نشده. خب این افراد چه میکنن؟ این افراد که خودشان را ایرانگرا میدانند، یعنی همان ایرانگرایان خیابانی یا اینکه افراد نفوذی، اینها اگر واقعا ایرانگرا بودند و اگر واقعا به ایران و ایران باستان علاقه داشتند، پروژه‌ای رو که من از
15 سالگی فیش‌هایش رو جمع کنم، بیش از 25 سال است که من دارم روی این پروژه کار میکنم، رو اگر علاقه به ایران داشتن باید استقبال میکردن، باید خبری از این پروژه انتشار میدادن، مصاحبه‌ای میکردن، تکه های از این رو پخش میکردن، از من اجازه پخش اون رو میگرفتن. ما 21 فیلم از این 120 فیلم رو ساختیم و این پروژه رو همچنان داریم ادامه میدیم. اما اگر کسی ایرانگراست باید از این کار استقبال کند. اما اینها نکردن، اینها همون کاری رو با پروژه من کردن که بی بی سی کرد، که رادیو فردا کرد، که صدای آمریکا کرد، یعنی بایکوت کامل خبری. از بی بی سی متوجه میشویم که چرا این کار رو کرد. خب همه میدانیم که پروژه منافع دولت فخیمه در واقع آن است که اسلامگرایان در ایران روی کار باشند و در سالهای آینده هم حتی پروژه آنها دارند که تا آنچنان که آقای هانتینگتون این رو در تئوری تمدنی مطرح کرد، اینها برنامه دارند که تا نیمه های قرن 21، یعنی تا بیش از 30 تا 50 سال دیگر، حتی اسلامگرایی در خاورمیانه حرف اول رو بزنند. خب این برای همین هم هست که شما میبینید که بی بی سی تبدیل شده است به جولانگاه اسلامگرایان. اما ایرانگرا چرا باید از کارهای ما خبری پخش نکند؟ آنها آیا واقعا ایرانگرا میتواند؟ خیر، چون این نیست. اگر شخصی واقعا ایرانگرا بود این کار رو نمیکرد، ولی این آقایون این کار رو کردند و اینها نشان دهنده این است که افرادی نفوذی هستند و رو در بایستی هم با کسی ندارید. این مسئله پس مسئله بسیار مهم است که باید حتما دوستان به این مسئله، به این نکات ظریف توجه داشته باشند. اگر کسی قصد اختلاف اندازی دارد، قصد مسموم کردن جو همکاری رو بین هر گروهی به ویژه در اپوزیسیون دارد، چه در بین گروه های مختلف حزبی باشد، چه بین اقوام باشد، چه بین مکاتب مختلف فکری در ایران گرایی باشد، این فرد دارد اختلاف اندازی می کند و کار اصلیش کار ضد اطلاعات برای جلوگیری از اتحاد نیروهای خارج کشور است. این مسئله است که باید بیرو در بایستی با شما می گفتم. این مسئله است که باید دوستان بدانند که ایرانگرایی علمی، که افرادی که تحصیلات اون رو دارن، افرادی که کتابهای ایران باستان رو به زبان پهلوی خواندند، با افراد کوچه خیابانی که به خودشان نماد میبندند و نمادهای گوناگون نصب میکنند و فکر میکنند این مثل جانماز و تسبیح از اونها استفاده میکنند، این فرق دارد. ما یک ایرانگرایی علمی داریم، ما یک ایرانگرایی کوچه خیابانی داریم، ما یک ایرانگرایی نفوذی داریم. افراد نفوذی افسون بر اختلاف افکنی قومی از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز طرفداری میکنند. سپاه پاسداران رو با همه جنایت هایی که انجام میدهد به عنوان یک فرد در واقع یک نیروی ملی نشان میدهند، حالا اینکه این دولت و این حکومت بویی از ملیت نبرده است و ایران رو رسما اشغال کرده است و خودشون هم چنین ادعایی ندارند، بلکه برعکس در تمام گزارشاشون میگویند که ما سید قریشی هستیم و ما هیچ گونه ادعایی از ایرانی بودن حتی خودشان هم حتی برای عوام فریبی هم نکردند. بنابراین دوستان که دوست با ایرانگرایی در واقع آشنا می شوند باید به این نکات ظریف آشنا باشند که این مکتبی است که از 100 سال پیش تقریبا آغاز شده است، چندین بار دچار تغییرات تفکری شده است در مکتب ایران بیشه آقای زبیه بهروز و تا اینکه به مانیفست مکتب ایران زمین رسیده است که من اون رو منتشر کردم. این کار کار هر کسی نیست، این کار کاری است که افرادی که همون گونه که شما دندانتون درد میکنند پیش دندان پزشک میروید، نمیتوانید پیش یک مهندس بروید یا پیش یک بیزنسمن بروید بگید دندانتون رو درست بکنند. اینها یک اصول فکری هست، یک سری اصول علمی هست، از علوم انسانی باید منتشر آگاه باشد طرف تا بتواند اینها رو
انتشار دهد و باید حتما با زبانهای باستانی ایران آشنا باشند و این بسیار مهم است. از طرف دیگر در پایان برنامه من فکر نمی کنم که ما دیگر فکر کنم یک حدود چند دقیقه دیگری ما وقت داشته باشیم. پس در پایان این مطالبی که میخواستم به دوستان عرض بکنم باید به چند نکته ما اشاره بکنیم و چند نکته ای که هست اجازه بدید چند تا از ایمیل های شما رو من ببینم اگر که دوستان سوالی مطرح کرده بودن رو من به اون پاسخ بدم. بله خانوم خانومی به نام پوراندخت از من پرسیدند، ایشون از اصفهان هستند، از من پرسیدند که آیا زرتشت یک دین است و آیا ما باید چگونه به دین زرتشتی نگاه بکنیم. ببینید دوستان، باز یکی از مسائل ایرانگرایی علمی و ایرانگرایی کوچه بازاری همین نگاه علمی به دین زرتشت است. ببینید زرتشت رو اگر بگویند که شخصی که زرتشت یک پیامبر است، به نظر من بزرگترین دشنام به زرتشت است. زرتشت هیچگاه در کتاب خودش، در کتاب گاتها که آن را نوشته است، هیچگاه ادعای پیامبری نکرده است و از این شارلاتان بازی ها در نیاورده است. زرتشت خود را آموزگار و اندیشمند نامیده است و براستی نیست چون این بود. کسانی که گاتها و گاهان رو خواندند میدانند که زرتشت یک اندیشمند بوده است. اما فلسفه زرتشتی رو در دوران ساسانی به صورت دینی درآوردند که آن دین رو دکتر محمد مقدم به آن نام نوزرتشتی میگوید. یعنی چه؟ یعنی دکتر محمد مقدم میآید و با تحلیل و آنالیز مطالب باقی مانده و کتاب‌های باقی مانده از دوران ساسانی، از جمله کتاب وندیدات یا وید عودات یا کتاب ضد قانون ضد دیوان، متوجه می شود که این با کتاب گاتا دارای تضادهایی هست و از این نتیجه می گیرد که آن کتاب فقهی زرتشتی که در دوران ساسانی بوده است هیچ شباهتی با اندیشه های نخستین زرتشت که در کتاب گاتا بوده است نداشته است. و این رو شما بدانید که ما جوامع رو در سه دسته داریم از نظر جامعه شناسی. ما جوامع مذهبی جزو عقب افتاده ترین جامعه ها هستند. پس از جامعه های مذهبی جامعه فلسفی ایجاد می شود و پس از جامعه های فلسفی جامعه های علمی به وجود می آیند از نظر جامعه شناسی. بنابراین جامعه ای که ما حتی در دوران زرتشت داشتیم از جامعه ای که در دوران ساسانی داشتیم جلوتر بود. چرا؟ چون آن جامعه به درجه فلسفه و اندیشیدن فلسفی رسیده بود، اما جامعه دوران ساسانی در حد جامعه دینی باقی مانده بود. و این رو دکتر محمد مقدم که از شاگردان استاد زبیر بهروز هستن، این رو دین نو زرتشتی میگویند و براستی هم چنین است، چون با دین گذشته زرتشتی هیچ گونه نشانه ای نداشته است. بنابراین من از نگاه من به دین ایران باستان، به فرهنگ و فلسفه ایران باستان آن است که ما یک دین میترایی داریم که این دین است، دینی است بسیار کهن و یک دینی بوده است. پس از این دین میترایی و دین زرگانی جامعه ایرانی به مرحله اندیشیدن فلسفی میرسد که آن اندیشیدن فلسفی در واقع زرتشت است و اندیشه های زرتشت است. اما پس از آن وارد رتبه بندی علمی نمی شود که آن چیزی که در دوران رنسانس در اروپا اتفاق افتاد وارد اون مرحله نمی شود. بعد از دوران فلسفی دوباره جامعه ایرانی عقب گرد می کند، به دوران مذهبی در دوران ساسانی باز می گردد و پس از حمله عرب که دیگر حتی مذهبی هم نمی توان نامید آن را، به دوران توحش عصر حجر باز می گردد. بنابراین آنچه که ما برای جامعه ایرانی باید زنده کرد، از نظر من برای افراد هوشمند اجتماع باید فلسفه زرتشت زنده بشود و نه دین زرتشت.
فلسفه باید زنده بشود. البته ما دین هم برای کسانی که خب در اون درجه به مرحله اندیشیدن فلسفی نرسیدن، میتوان دین میترایی رو زنده کرد، که این دین دینی است که البته آن هم بسیار رمز و راز دارد و به اون چیز ساده ای نیست که ما میاندیشیم، اما اون واقعا میتوان گفت که نوعی دین بوده است، هرچند که آن هم فلسفه ای پشتش بوده است. اما به طور کلی آنچه که زرتشت میگوید بالاتر از دین است و آنچه که زرتشت میگوید در واقع بی دشنام دادن به زرتشت است، اگر او را پیامبر نامید یا از دین زرتشتی دین ساخت. دین زرتشتی یا نو زرتشتی که در زمان ساسانیان بوده است ارتباطی به دین گاهانی که خود زرتشت آن را نوشته است ندارد. و پرسش آخر در پایان برنامه، من در دو دقیقه خانوم باز هم خانوم پروچیستا، خانوم های ایرانی بیشتر نامه می نویسند تا آقایان و خیلی خوب است و خیلی خوشایند است که آنها بیشتر برای شناخت کشورشون علاقه دارند. خانوم پروچیستا سوالی رو مطرح کردند و آن این است که تلفظ درست کلمه فراوهرس چیست؟ ببینید دوستان، ما در زبان اوستایی واژه‌ای رو که واژه فراوهر رو داریم، فرا یعنی عضو پیش برنده، یعنی با پیشوندی است به مفهوم پیش برندگی، و وهر همان است که در فارسی تبدیل به بحر شده است، یعنی بخش. پس فرا وهر یعنی بخش پیش برنده، و این بخشی است از تفکر و اندیشه فلسفه زرتشتی که ما چنین فراوهری وجود دارد. و این جهان فراوشی رو بعدها افلاطون در فلسفه خودش به نام جهان امثال گرفته است. اما فراوهر تلفظ درست رو که میپرسند دوستان، فراوهر است. بنابراین تلفظهای دیگری که از این کلمه که وجود دارد مانند فروهر یا فراوهر، اینها همه تلفظ غلط است و کسانی این رو میگویند که خب قطعاً سواد اوستایی ندارند یا مردم عادی که اصلا آشنایی با ایران شناسی ندارند و یک سری مسائل رو خب طبیعی هم هست نباید هم بدانند. بنابراین تلفظ درست آن تلفظ فرا وهر است، یعنی بخش پیشبرنده، و هیچ گونه ارتباطی هم به این نمادی که مردی است بالدار ندارد. این مرد بالدار نماد میترا هست و حلقه ای هم که در دستش گرفته است در واقع حلقه پیمان با میترا و مهر است، و این حلقه پیش از آن و این نماد پیش از آنچه که دین و فلسفه زرتشت به وجود بیاید وجود داشته است، و آن را در تمدن هیتی ها می توان دید و در تمدن مصر کهن می توان دید. هیتی ها مقام ایرانی بودند که اونها این را به مصر کهن بردند همراه با کاسپی ها تحت عنوان هیکسوس ها. بنابراین من حالا وارد جزئیات اون نمی شوم، ولی این سوال های دوستانم در وقت باقی مانده ما پاسخ دادیم. و در پایان برنامه من مانند همیشه، چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، بیا تا همه تن بکشتن دهیم مباد، و کشور به دشمن دهیم، بیا تا همه دشمن شیمن در کمین، به راه پیشمرگان ایران زمین بدرود.